مطمئنا از شنیدن این خبری که الان میخوام بهتون بگم فوق العاده شوکه میشین که همین الان که دارین ویدیو نگاه میکنین میلیاردها میلیارد باکتری در روده شما محصولاتی رو دارن میسازن که روی قلبتون قند خونتون و حتی وزنتون تاثیر مثبت داره بله میخوام درباره یک موضوع ناشناخته صحبت کنم که کمتر راجع به صحبت شده نشاسته مقاوم این نشاسته مقاوم در غذاهای روزمرهمون وجود داره و میتونه نقش کلیدی رو در بهبود سلامت متابولیکمون ایفا کنه اول بذارین از پایه شروع کنم نشاسته هایی که توی غذاهایی مثل جو دوسر، لوبیا، گندم و برنج پیدا میشن اینا چی هستن؟ کلا به اینا پولیساکارید میگن یعنی چی؟ یعنی یه زنجیره بلندی از گلوکوز یعنی گلوکوز های به هم متصل گلوکوزم که یه نوع قنده این نشاسته ها دو شکل اساسی دارن یا آمیلوپکتینن یا آمیلوز هفتاد درصد غذاها نشاسته ها آمیلوپکتینن و تقریبا حدود سی درصد به شکل آمیلوز حالا موضوع جالب اینجاست در کنار این همه اسمای شلوغ پلوغ که نشاسته ها همشون یه جور حزم نمیشن طبق تحقیقاتی که تو مجلات معتبر چاپ شده نشاسته ها سه دستن یا سریال الحزمن که گلوکوزشون ظرف 20 دقیقه آزاد و جذب میشه یا کند حزمن که بیش از 20 دقیقه طول میکشه و نشاسته سوم مقاومه که اصلا شکسته و جذب نمیشه آمیلوپکتین ساختار مخت متفاوتی نسبت به آمیلوز داره آمیلوپکتین تو آب راحتتر حل میشه و هضمش توسط آنزیم‌های به اسم آمیلاز آسون تره. خود آمیلوپکتین هم نوع داره آمیلوپکتین A که تو گندم پیدا میشه و آسون ترین هضم رو داره آمیلوپکتین B که تو سیب زمینی و موز پیدا میشه و حد متوسطه و آمیلوپکتین C که سخت ترین هضم رو داره و در لوبیا وجود داره خب این از این دسته از نشاسته ها از طرف دیگه آمیلوز با ساختار مارپیچی مستقیمش خیلی سخت در هضم میشه و باعث افزایش خیلی آهسته تر گلوکوز و انسولین میشه اما موضوع اصلی امروز ما اونا نیستن نشاسته مقاومه این نوع نشاسته اصلا هضم نمیشه و با مصرف بیشتر شاید بتونیم روی مقدار کربوهیدراتی هم که میخوریم تاثیر بذاریم و کمش کنیم چرا چون این نشاسته ها همونجور که گفتم هضم نمیشن میرن تو روده بزرگ اونجا باکتری های خوب رودمون یا میکروبیوم های روده اونها رو تجزیه میکنن به اسید های چرب کوتاه زنجیر این موضوع خیلی مهمه چون تاثیرات بسیار مهم دیگه ای هم داره مثلا پی 1 رو تحریک میکنه GLP-1 چیه؟ همون ای که در های اوزمپیک و منجارو وجود داره همون هرمونه که باعث چی میشه؟ احساس سیری رو زیاد میکنه و تخلیه معده رو کم و از طرف دیگه پپتاید وای وای رو که احساس سیری رو قوی میکنه تحریک میکنه خب پس این فیبر اگرچه جذب نمیشه و کربوهیدرات مستقیما وارد بدنمون میشه اما جذب نمیشه ولی بازم میتونه باعث بشه که ما بیشتر سیر بشیم و بخوایم دست از خوردن برداریم حالا خود نشاسته این مقاوم پنج نوع مختلف داره نوع اول نشاسته مقاومی که توی اون کربوهیدرات توی مانع فیزیکی گیر کرده چون تو اون دیواره سلولی یا شاید بشه گفت یه ماتریکس پروتئینی محصول شده پس آنزیم هایی که باعث هضمش میشن مثل آمیلاز نمیتونن بهش دسترسی فیزیکی پیدا کنن مسدوده فیبر کلاسیک ترین مثالشه که کربوهیدرات تو دیواره سلولی دست نخورده گیر کرده و برابر این نمیتونه هضم بشه میتونین کربوهیدرات رو از طریق فرایندهای صنعتی مثل آسیاب کردن و همچنین آرد کردن اون وقت بیایم آزاد کنیم گاهن جویدن هم میتونه آزادش کنه پس اگه به اون مثال ها نگاه کنیم مثل آرد آسیاب شده با ماشین در مقابل آرد آسیاب شده با سنگ تفاوت واضحی تو تاثیر روی بدنمون وجود داره حتی اگه کربوهیدراتشون یکسان باشه نوع دوم نشاسته نشاسته ای آمیلوز بالا بهش میگن و چون آمیلوز آهسته تر هضم میشه میتونن اون رو تغییر بدن به چه صورت تقریبا به صورت ژنتیکی روی ذرت و گاهن گندم میان تغییراتی ایجاد میکنن که قلزت آمیلوز یعنی نشاسته آمیلوز رو بالاتر ببرن و بهشون میگن ذرت آمیلوز بالا البته این خیلی رایج نیست و مناسبه چیز دیگه ای که آمیلوز خیلی بالایی داره سیب زمینی های نارس، موز های نارس و شاید سیب زمینی های کوچیک هم باشن. اونها نشاسته هایی هستن که هضمشون خیلی سخته. نوع سوم نشاسته مقاوم چیه؟ نشاسته ای که بعد از پختن و سرد کردن نشاسته ها به وجود میاد و این خیلی جالبه و میخوام بیشتر درباره اش صحبت کنم چون یکی از عملی ترین راه هایی که ما میتونیم تو زندگی روزمرمون ازش استفاده کنیم و قند خونمون بالا نره وقتی نشاسته رو گرم میکنیم یه فرایندی به اسم ژلاتین شدن اتفاق میفته یعنی چی تو این فرایند گرما باعث میشه که یه سری ساختارهای کریستالی اولیه این نشاسته ها شکسته بشن و مولکولهای آب وارد ساختار نشاسته بشن به همین دلیله که برنج سرد خیلی سفته چون کریستالای سفت شده و بعد وقتی که پخته میشه و گرم میشه و حرارت میبینه مایه تر میشه نرمتر و لطیفتر و خوردنش خیلی آسونتر به خاطر تغییر شکل اون کریستاله اما اتفاق شگفت انگیز وقتی رخ میده که این غذاهای پخته شده رو سرد میکنیم همونطور که اون برنج یا سیب زمینی سرد میشه مولکول های نشاسته شروع میکنن به سازماندهی و تشکیل یه ساختار کریستالی جدیدی که بهش میگن پسگردی یا رتروگرید پس ممکنه اون اصطلاح نشاسته پسگرد شده رو هم در اینجا زیاد بشنوید این فرایند پسگردی یا رتروگرید نشاسته میاد نشاسته رو پایدارتر میکنه و دوباره کمتر مستعد آمیلاز میشه یعنی چی؟ یعنی آمیلاز یا اون آنزیم نمیتونه نشاسته رو تجزیه کنه و نمیتونه جذب بشه پس افزایش گلوکوز خیلی آهسته تر خواهد بود خب حالا چقدر طول میکشه تا این فرایند کامل بشه تحقیقات نشون میدن که بخش اعظم این فرایند رتروگرید یا پسگردی طی حدود 4 تا 6 ساعت اول بعد از ساعت شدن غذاها اتفاق میافته؟ اما این فرایند میتونه تا 24 ساعت هم ادامه پیدا کنه به همین دلیل که غذایی که یه روز مونده بهترین میزان نشاسته مقاوم رو داراست دما هم نقش حیاتی تو این فرایند داره بهترین دما برای مکانیسم پسگردی یا رتروگرید بین چهار تا ده درجه سانتیگراده که دقیقا میشه همون دما یخچال خونگی ما تو دماهای بسیار بالاتر این فرایند کندتر اتفاق میفته دمای پایین تر هم کارایش کمتر مطالعه که تو مجله شیمی یا فود کیمیستری مگزین این آمستردام چاپ شده نشون داده که برنج پخته و سرد شده میتونه تا ده درصد از کل نشاستش رو تبدیل به همین نوع نشاسته مقاوم کنه در مقام مقایسه توی مطالعه متوجه شدن که کاهش کوچیکی که در این پروسه انجام گرفت باعث تفاوت قابل توجهی در افزایش گلوکوز افرادی بود که نوع نشاسته مقاوم رو مصرف کرده ولی سیب زمینی داستانش کمی متفاوته اگه اون رو بپذید و سرد کنید و دوباره گرم کنید بیشتر اون نشاسته فقط به ساختار عادی خودش برمیگرده پس هیچ اتفاقی نداره نیفتاد یعنی و هیچ تأثیری نداره اما خبر خوب اینه که سیب زمینی رو اگر سرد مصرف کنید تبدیل به نشاسته مقاومش بسیار زیاده گاهن تا سی درصد پس اگه اون رو بپزید و بعد سرد کنید و بعد سرد بخورید مثل سالاد سیب زمینی و به خصوص اگه با اضافه کردن سرکه دوباره میتونید از این نشاسته مقاوم استفاده کنید یه مطالعه هم نشون داده که اگر سالاد سیب زمینی رو با سرکه مصرف کنید در واقع میتونید شاخص گلایسمیک رو تا 41 درصد نسبت به سیب زمینی معمولی کاهش بدین و انسولین رو 31 درصد کم کنید پاستا یا همون ماکارونی رفتار جالبی داره پاستای پخته و سرد شده میتونه مقداری نشاسته مقاوم تولید کنه اما میزانش کمتر از برنجه نکته جالب اینه که پاستایی که کمی سفتر پخته شده بعد از سرد شدن نشاسته مقاوم بیشتری تولید و برای ما ایرانیا خیلی مهمه اینه که غذاهای سنتی رو بدونیم مثل آشها خورشتهای حاوی لوبیا و حتی کته اینا منابع طبیعی نشاسته مقاوم محسوب میشن آشهایی که حاوی انواع لوبیا و حبوبات هستن و یه روز مونده میمونن و مصرف میشن نشاسته مقاوم قابل توجهی دارن و این خیلی زیباست نوع چهارم نشاسته نشاسته شیمیایی تغییر یافته است که توصیه نمیشه چون خیلی پروسس شده و نوع پنجم نوع کمپلکس نشاسته یعنی ترکیب نشاسته و لیپید یا چربیه جایی که چربی به عنوان یه مانع فیزیکی میاد عمل میکنه آمیلاز و نشاسته رو جدا میکنه و بنابراین از تجزیه سری جلوگیری میکنه هنوز مطالعات زیادی روی این انجام نشده و احتیاج به شواهد بسیار بیشتری داره ولی مطالعات فیزیکی که انجام شده نشون میده که اگر برنج سرخ شده با روغن رو در مقابل برنج سرخ شده بدون روغن مصرف کنن روغن به عنوان مانع فیزیکی تونسته تا حدی عمل کنه و باعث کاهش جذب نشسته بشه در پایان بذارید سه تا نکته کلیدی که امروز یاد گرفتیم رو با هم مرور کنیم اول همه کربوهیدرات ها یکی نیستند نحوه پردازش، پخت و حتی دما میتونه به طور چشمگیری بر نحوه هضمشون تاثیر بذاره. برنج سرد شده، سیب زمینی به شکل سالاد و خوبوبات کامل همگی میتونن انتخاب بهتری نسبت به همتایان پردازش شدهشون یا فراوری شدهشون باشن. دوم، نشاسته این مقاوم نه تنها قند خونتون رو کمتر بالا میبره بلکه به عنوان پری بایوتیک عمل میکنه و باکتری های مفید روده رو در تغذیه میکنه که اونها هم به نوبه خودشون هرمون تولید میکنن که احساس سیری و کنترل قند رو بهبود ببخشند. و اما نکته سوم تغییرات کوچیک تو آشپزخونه و آشپزی ما میتونه تاثیرات بزرگی در سلامت ما داشته باشه پختن و سرد کردن برنج انتخاب انواع مناسب حبوبات و ترکیب کربوهیدراتها ها با پروتئین و چربی های سالم همگی راه هستند که میتونن به طور طبیعی پاسخ متابولیکی بدن رو بهینه کنن